سخت است که قلم باشی و دلتنگ نباشی، با تیغ مدارا کنی و سنگ نباشی. یکی از ویژگی های دور همی امشبمون حضور همکاران رسانه ای ما از سراسر کشور هست. خوشحالم از اینکه امروز توفیق دارم که خدمت بزرگواران باشم. یک تبریک و یک نکته. تبریک این که من هم افتخار دارم که در جمع شما حضور دارم و میتونم مستقیم این روز رو به همه عزیزان و خبرنگارانی که ما همیشه مزاحمشون هستیم تبریک بگم. همکاران گرامی، روزمان مبارک، که همه روزها روز خبرنگار است. تصور کنید یک روز خبر نباشد. تصور کنید یک روز مردم ندانند. مشکل اصلی فعلی ما جواب هاست که جواب های درستی برای سوال های فعلی جامعه و مملکت و مردم ما نداریم. الان مسئله مهم ما در روزنامه ها، در خبرگزاری ها، حالا رسانه های همسو با دولت، نه هم کاغذه، هم نیروی انسانیه، هم بحث مالیه، ولی بحث های مهمش اینه که ما سامانه اطلاعاتی یک دست و شفافی نداریم. افکار عمومی ایرانی تحت تاثیر رسانه های ایرانی نیست متاسفانه. خبرنگار همیشه به حمایت مالی و بیشتر به حمایت معنوی اون رسانه احتیاج داره. خبرنگاری دیگر آن جذابیت و تحرک و تأثیرگذاری سابق را ندارد. حرفی تکراری بلکه ملالتبار است اگر بگویم ما مرغ عذاب و عروسی بودیم و در بسیاری مواقع بیوجه مجبور به پرداخت هزینه های گزاف شدیم. که شاید یکی از جایی که بیشترین ضعف رو دارن رسانه است. بیشتر از هر چیزی بهش نیاز دارن رسانه است. وقتی که این ضعف رو نگاه میکنیم، این مشکل رو نگاه میکنیم، با اون فقدان برنامه اینجاست که ترکیب این دوتا برای آدم سوال و ابهام ایجاد میکنه که چه اتفاقی داره میفته این وسط. ما در هفته خبرنگار قرار داریم، اما تقارن تاریخی این هفته با سالگرد امضا شدن فرمان مشروطه 14 مرداد 1285 معنای خاص به این هفته میبخشد. مطبوعات که خبرنگاران قوام بخش آنها هستند، رکنی از مردم سالاری و مشروط کننده قدرت سیاسی هستند. به نظر میاد که ما از یک دوره اختشاش مفهومی از رسانه به اعتبار تکثر داریم نزدیک میشیم به یک دوره تا حدی متعادل.